به نام خداوند بخشنده مهربان خوش آمدید به برنامه مکتب تمدن از تلویزیون تمدن امروز هم به خانه های شما خوبان آمدیم با یک موضوع دیگر از آمادگی کنکور بحث فیزیک و امیدوار هستیم که پذیرای درس امروز باشین کتاب چوب قلم داشته باشین انرژی داشته باشین ما هم دعا کنیم ما هم شما را دعا می کنیم سوار بر مرکب انرژی پر انرژی تر از هر روز میریم به طرف درس و بحث که ببینیم امروز چی گفتنی ها داره فیزیک برای ما و شما در درس گذشته در مورد در واقع پیرامون ارقام با همیت با شما صحبت کردیم خیلی مهم بود که شک و شبهاتی داشت کتاب مکتب و سوالات کانکور که او رو برطرف کردیم و امروز میخوایم جمع و تفریق ارقام با را بگیم و خلاصه دیگه گلم ارقام با همیت رو جمع کنیم یعنی دیگه خلاص دیگه تشویش نداشته باشیم اگر موفق نشدین که ارقام بااهمیت رو درس ارقام بااهمیت رو مشاهده بکنین، تشویش نکنین. تلگرام و یوتیوب ما هست، حتما نگاه کنین و به دوستای خودتانم پیشنهاد بتین که سعی بکنن تا این مشکلاتی که کتاب مکتب و سوالات کنکور داره برطرف بشم درست است؟ خب، آماده هستین بریم سراغ درس و بس؟ درود خدا بر شما باد. توجه کن روی مانیتور لطفا جمع و تفریق ارقام باهمیت این جمع و تفریق ارقام با میاد در تمرین های کتاب مکتب هست ولی ولی گوش کنین ولی تا به حال سوالاتش در کنکور نامده ما برای شما درس میدیم شاید در کنکور بیایه و شما بتون استفاده کنیم مثل تایرش تبنی میمانه بودنش با شما خوب است نبودنش یک کمی قابل تشویش است جمع و تفریق ارقام با خیلی ساده دو عدد رو مخواین جمع کنیم خب اول ستونی نوشته می مثل سنف اول که استاد مهربانی یاد داد اینا جمع میکنین 7 هفت هفت چار و دو شش پنج و یک شش علامه اشار سه و شش نو و هم چار او چقدر سخت بود حالا توجه کنید همیشه در فیزیک همیشه در فیزیک عملی رانداف رو باید انجام بدین. خلاص بس این مقدر عمی قدر خلاص بس حالا عملی رانداف رو چی رقمی انجام بدین ببینین اینجا بعد از اشار چند رقم است؟ دو رقم اینجا بعدش از چند رقم است سه رقم همیشه جواب را مطابق کمترین رقم اشار ایار کنید اینجا چند رقم است دو پس هم دو رقمی میکن چی باید هست شه؟ هفت هفت مگه از پنج بزرگ نیست پر تو روی شش خلاص شد رفت هم میشه جوابش چلونو اشار شش پنج چلونو اشار شش هفت میشه هفت که از 5 بزرگ است یکی که بندازین روی شش میشه 7 یا میشه راندوف فقط همین یعنی شما فقط باید بفهمین که همیشه هم میشه در فیزیک حاصل جمع و تفریق یعنی این عملیات حاصلتان چی جمع باشه چی تفریق ضرب و تقسیم این چهار عملیه همیشه باید رانداف شه همیشه ای از نگاه فیزیک است در ریاضی ای جواب درست است ولی در فیزیک باید راندوف شه تفریقش هم عین داستان است اما ضرب و تقسیم باز یک کمی قایدش فرق داره توجه کنین مثلا دو عدد میخواین با هم ضرب کنین صرف نظر از علامه عشور و برنامه ضرب که خود شما بلد هستین این عدد به این شد حالا این باید چی شوه راوند اف شوه باید چی شوه راوند اف شبه. حالا توجه کنین دوستای گرامی راوند اف ازی مثل جمع و تفریق نیست که کمترین اینجا بگین دو خانه این تو بگین نه نه اون رقم اینه بشمارین کل عدد رو کل عدد رو بشمارین یک دو سه چهار. یکی از عوامل ضربی چهار رقم است دیگهش اش بشمانه یک دو سه چهار پنج اوی که کمتر هست را در نظر میگیریم چهار رقم پس وقتی که چهار رقم صحیح شد یا چهار رقم با هم میاد شما اینجا چهار رقم بگیریم یک دو سه چهار پس اینی سه رقم آخر هست میشه دو که از پنج کوچکتر است پس هست میشه اینا دو سه و پنج هست میشه جواب را توجه بفرمایید سی و قدم دیگه خلاص پس در جمع و تفریق از کمترین تعداد خانه های اشار راوند آف را تعیین کردین و در ضرب و تقسیم از کمترین ارقام با یعنی کل عدد رو بشمارین همو جوابتان باید برابر باشه این رقم است اینجام رقم است چهار رقم است اینم قدر و سلام تمام شد رفت این هم چند تا وسیله اندازه‌گیری بود که برای شما نشون دادم که در صنعت مثلا سرعت سنج موتر هست و اینها در زندگی روزمره حساب میشه خب ما میرسیم به موضوعی بنامه نام پشوند ها موضوعی بنامه چی پشوند ها. پشوند ها در واقع چی هستند شما میبینین کیلومتر هکتومتر دکامتر مد در از کوچکترین ساز گرفته تا بزرگترین ساز پشوندها رو بیان روی تخته سفید برای شما میگم که پشوندها چی هستند پشوندها ببینین من بسیار ساده برای شما مثال میزنم خوب گوش کنین که یاد بگیرین پشوندها چی کار میکنن؟ یک مثال بسیار خوب مثال خوب فیزیکی که درک کنین حفظ نکنین لطفا حفظ نکنین درک کنین ببینین این آفتاب است آفتاب و این هم چی است؟ این هم زمین است و این چی است؟ ای 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 تو هستی آفرین آفرین این هم رفیقت است اینجاست این را نمیفتم با خاطری که نمیفتم نگاه کنید نور آفتاب میرسه به شما این ای فاصله تایی نور رسید به شما وای این نوری که به شما میرسه 500 سانیه در راه بوده اوه 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 او او. چند سانیه؟ 500 سانیه؟ الله اکبر این 500 ثانیه سرعت نور میفهمین چقدر است آفرین 300 هزار کیلومتر بر ثانیه یا 300 میلیون متر بر ثانیه وقتی نور میتونه در یک ثانیه 300 میلیون متر پیشروی کنه 500 ثانیه چقدر فاصله رفته پس نتیجه میگیم فاصله آفتاب تا زمین خیلی زیاد است یعنی 500 تا 300 میلیون رو پیش رفته پس بیایم پیدا کنیم فاصله آفتاب تا زمین میگیم که 500 تا 300 میلیون را چی کار کرده؟ پیش روی کرده چون در هر ثانیه 300 میلیون میره 500 ثانیه که در راه بودنی یعنی 500 تا 300 میلیون رو پیش رفته 3 5 تا 3 5 تا 15 تا بقیه صفراش هم بذار اینجا 8 تا اینجا هم تا چند تا میشه؟ یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو ده بخوانید لطفا اقرا اقرا یعنی بخوان. خواندن وقتی خواندن نمیتانی چرا آمده فیزیک یاد بگیری خواندن عدادی رقمیش میگه از سمت را ستا ستا جدا کو واحد ها هزار ها میلیون ها میلیارد ها ای را بخان 150 در کدام بخش آمده میلیارد پس خوانده میشه 150 میلیارد میلیارد متر اوه اوه او. آقای جزه این خواندنش هم برای ما سخت است 150 میلیارد متر خب پیشوند آقای پیشوند بیا ما رو کمک کن باشه کمکت میکن پشوند چی میگه؟ میگه نو تا از این سفراره سه 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 نو تا ایشه بردار این تو علمی نوشته کن ده به توانه نو پشوند میگه ما برای از این نام گذاشتم براش چی نام گذاشته؟ میگه یکصد و پینجا گیگا گیگا اینو اسمی پشوند است اسمش چیست پشوند چرا بهش میگن پشوند چون پیش از واحد آمده این دومی هست چی واحد حالا این رو میگن پشوند این رو میگن این پشوند اسمش هست گیگا حالا خواندن چه بعدا به شما میدم این واحدم هم که همه میفهمین چه هسته؟ متر حالا وظیفه پشوند چی هست؟ پشوند ها برای ازی آمدن در فیزیک که شما خواندن و نوشتن تان آسان شود؟ که از نوشتن اعداد بزرگ جلوگیریش که سه ساعت چرت نزنین بخوانین اینا به همین راحتی فاصله آفتاب تا زمین چقدر است 150 گیگامتر یا هم اگر یک زمان یادتان باشه ایو نوشته بودم استرالوجی استرانومی یونیت این واحد نجومی هست واحد نجومی یعنی فاصله آفتاب تا زمین خب پس پشوند این کار را میکنه برای ابعاد بزرگ پشوندی داریم توانا مثبت برای ابعاد کوچک پشوندی داریم با توان توان منفی اونا بزرگا کوچکا مثلا اندازه اتم ای اتم است اتم ها میشناسین اندازش چقدر است خیلی کوچک است از این طرف تا اون طرف اتم اینی قدر است صفر اشای صفر این رو بخوانین خواندم نمیتونین خو با می خوانم سعی کنین صفر اشاره صفر 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 یا خسته شدیم گوم میش کن اصلا ما چی میکنیم باز این یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو نو تو صفر از زیر برمی ایتو نوشته میکنیم میگیم صفر اشاره یک خودش زب در ده به توان منفی نو صفر او, او طرف اشار بود توان منفی ای طرف اشار بود توان مثبت حالا به جای از این چی نوشته می کنیم؟ کنیم صفر اشار یک نانو نانو در دنیای کوچکم پیشوند ها میاین در دنیای بزرگ یعنی در اندازگیرهای بزرگ هم یعنی میان در اندازگیرهای کوچک فرقش کجاست؟ اونایی که توان منفی دارن کوچک هست اونایی که توان مثبت دارن بزرگ است. اینی میشه مفهوم پشمن و چقدر خوب استاد من تازه فهمیدم مفهوم مثال خوب فیزیکی چی است استاد تو چقدر خوب درس میدی استاد نمیشه بیان در مکتب ما ما رو درس بدین نه نمیشه استاد نمیشه در کورس ما بین یک تایم درس بین. نه نمیشه استاد نمیشه نه نمیشه ولی ما کو دیگه نمیشه از این درس رو یاد بگیر دیگه چی کار دارین کجا می از این طریق یاد بگیریم ما در خانه های شما هستیم یاد بگیریم اینو اینی میشه مفهوم پشمنده حالا آقای جزه سوال آخر از کجا بفهم دوتا منفی نور رو این نوشته کنیم دوتان مثبت نور را جی نوشته کنیم جدول پشمنده ها داریم جدول پشمنده کل اینا رو برای شما میگه یک نگاهی به جدول پشمنده پرتین لطفاً اینا در روی مانیتور توجه کنید لطفا اینا نام پشونده است این سمبولش است و ای هم ضریبش است خیلی ساده زیاد سخت نیست این توانا مثبت است وقتی توانا مثبت است یعنی اینا بزرگ ساز هستند چی هستن بزرگ ساز دی ای دیدین به معنای دیکاست ده به توان یک یعنی ده اچ دیدین یعنی هکتو ده به توان دو یعنی صد که دیدیم یعنی کیلو ده به توان سه یعنی هزار هست و به همین ترتیب مگا ده به توان شش گیگا ده به توان نو تیرا ده به توان و حالا میریم سراغ منفیاش این جدول ها هست همه جا هست در کتاب شما هست توانای منفی میشن چی؟ کوچکساز دی یعنی دسی سی ده به توان منفی یک یا صفر اشار سنتی ده به توان منفی دو یا سفر اشار سفر یک میلی ده به توان منفی سی یا سفر اشار سفر یک هم تو میان مایکرو این یعنی حرف یونانی هستم مایکرو تعجب نمیده دو تا منفی شش یا یک بر میلیون هستم تو میان نانو دبتان من فینو پشوندان نیاز نیست حفظشان کن اینا خود به خود در ذهنتان میشینن و شما زیاد نمیخواد که تشویش کنید که این همه پیش نه اینا رو مهم ما شما بر شما میگم بسیار بسیار راحت یاد میگیره یک بار روی مانیتور توجه کنین یک آمد یک سوال پرسید گفت استاد این پیشوند ها من در بعضی کتاب استادا میگه اجزا و از من میگم نه اجزا و از متر نگین لطفا میگه چرا استاد ما اجزا و از آف میگه ما این پشمند که فقط برای متر نمیاد مثلا سعی کنین این چی خانده میشه؟ یک کیلومتر یک کیلومتر یعنی چی؟ یعنی هزار متر فقط برای متر نمی سعی کنین یک کیلو ژول یک کیلو ژول یعنی هزار ژول به واحد ژول آمده پیش از ژول آمده تنها پیش از متر نمیایی که بگین اجزا و اضعاف متر پس دیگه اشتباه رو نگین مثلا میگین یک کیلو نگاه نگاه یک کیلو ثانیه چقدر دی سنت بودی یک کیلو ثانیه یک مگا ثانیه استاد مزاق نگو کیلو ثانیه هم داره پس چی فکر ما شوخی دارم با شما استاد با شاگر شوخی داره یاد بگیر یک کیلو ثانیه هزار ثانیه یک کیلو نیوتن هزار نیوتن اینا به تمام واحد های فیزیکی علاوه میشن به تمام هر واحدی باشه اضافه میشن مثلا در موبایلتان میگو استاز من یک کیلو مثلا یک, یک کبی اینترنت دارم یک ام اینترنت دارم یک سه جیبی اینترنت فعال کردم اونمو جی بی یعنی گیگا اونمی کیلو یعنی هزار و اونمو میگانی پس اینا همه جا در اندازه گیری استفاده میشن پشوند هستن فلزا دیگه اجزا و از آفی متر اینا نخوانین ما آمدم ام اصلاحات هم بکنم خیلی چیزا رو شما دارین یک چیزا یاد گرفتین که باید اصلاح بشه فلزا ما دمی درس ها هرچی که درست هست رو به شما انتقال میدم امیدوار هستیم که درس امروز هم مثل درس های قبلی مورد پسند شما خوبان واقع شده باشه تکرار 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 فراموش نشه تکرار رمز موفقیت در یادگیری مزامین ساینسی است آمادگی کانکور از مکتب تمدن تلویزیون تمدن رو فراموش نکنین بیننده برنامه خودتان هستین درس امروز خیلی عالی بود تا برنامه دیگر بدرود